یک نشریه چاپ روسیه با انتشار گفتگوی تحلیلی از زبان یک نویسنده روسی موفقیت شیعیان در روسیه را بیشتر از اهل تصنن دانسته است به گزارش شیعه زخبار شیعیان جهان نشریه روسیه اوراسیا دیلی با انتشار گفتگوی تحلیلی از زبان رئیس سلیمانوف سردبیر مجله العالم الاسلامی و کارشناس مؤسسه استراتژی ملی در روسیه به تحلیل جایگاه وضعیت و فعالیت شیعان و اهل تسنن در روسیه در سه اخیر پرداخته است در این گفتگوی تحلیلی که تحت عنوان مذهب شیعه در روسیه به تدریج مؤسساتی می شود منتشر شده آمده بیشتر مسلمانان امت اسلامی در روسیه را اهل تسنن تشکیل میدهند که پیرو دو مذهب هنفی و شافعی هستند اما شیعیانی نیز در میان مسلمانان روسیه وجود دارند که بیشتر آنها از قدیم الایام در جوامعی همچون داغستان زندگی می کردند. اما اخیرا گروه های جدیدی از شیعیان نیز در دیگر شهرهای روسیه بروز کردند رئیس سلیمانوف در مورد جمعیت مسلمانان شیعه در روسیه می گوید بر اساس بررسی های بنده حدود 3 درصد از جمعیت کل مسلمان روسیه را شیعیان تشکیل می دهد که بیشترشان از شیعیان آذربایجانی موجود در روسیه هستند البته تعداد اندکی هم از شیعیان اسماعیلی در روسیه وجود دارد که اصالتا اهل دو شهر گورونو یا بدخستان تاجیکستان هستند و در کنار شیعیان امامیه روسیه حضور دارند سردبیر مجله العالم الاسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی پیشرفت شیعیان در روسیه گفت شیعیان روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی در سه دهه اخیر در روسیه پیشرفته زیادی داشتند و بررسی وضعیت آنان نشان می‌دهد ساختاری سازمانیافته، مؤسساتی و منظم در روسیه جدید بر شیعیان حاکم است و روز به روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود.